با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب دوستان، روز گذشته تو سرخط در رابطه با تعطیل شدن مزدور من و تو مفصلا صحبت کردیم. حالا در ابتدای این ویدیو بد نیست اعتراف ضمنی مجری شبکه جیره‌خور من و تو از چرایی تعطیلی این شبکه رو هم با هم دیگه بشنویم. من و تو به صورت ایده یک شکل تلویزیون تجاری کار خودش رو آغاز کرد و خب در ابتدا هم درآمد ما از محل پخش این تبلیغات از اون چیزی که انتظار داشتیم هم فراتر بود و امیدوارتر هم کرد شبکه من و تو رو که این مدل میتونه موفق هم باشه. اما متاسفانه در منطقه‌ای که ما هستیم هممون میدونیم بی‌ثباتی سیاسی، نابسامانی اقتصادی، همه اینها در منطقه بعد از یه مدتی خوب ثابت کردش که متاسفانه این ایده تلویزیون تجاری به هر حال به اون صورت هم کار نمی‌کنه. البته من یه چیزی هم که باید روش تأکید کنم اینه که هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده. خب با این اوصاف باید بگیم که گویا حامیان مالی این شبکه درگیر جنگ هستن. دلیلش رو بی‌ثباتی سیاسی و نابسامانی اقتصادی میدونه، ولی در اصل اوضاع اخیر اسرائیل در منطقه منجر به بسته شدن این رسانه شده. دوستان بریم اشکای امید خلیلی مجری مزدور این شبکه رو هم با هم دیگه تماشا کنیم. شاید 31 ژانویه آخرین روز پخش شبکه من و تو باشه. به هر حال ما هم به عنوان به نام شبکه من و تو میتونیم تو دست اندازهایی بیفتیم، میتونیم گرفتاری هایی داشته باشیم از جمله مالی تا مسائل دیگه. اون شخصی که ما رو حمایت میکرد، اون اسپانسر اومد گفت من 14 سال انقدر دادم، هنوز چی به هیچی، چند سال دیگه چقدر دیگه باید بدم؟ تو کجا میشد با دروغ و دغل حالا داره اینجوری میشه، حالا صبر کن، گولش زد یه کاری کرد، یه سال دو سال دیگه، ولی نه اصولی بود نه واقعا چشم‌انداز روشنی پیش روست. همین امروز یک جمعی از همکارا رفتیم اتاق کیوان عباسی عزیز و گفتیم که بله ما بدون حقوق کار میکنیم، خرج شبکه هم یه جوری با هم جور میکنیم، نمیشه. دقت میکنین دوستان، دنبال اینن که یکی دیگه خرجشون رو بده تا بتونن به مزدوریشون ادامه بدن. از کولاک این بیننده هم غافل نشیم، حسابی این دوتا رو آچمز میکنه. سلام، خسته نباشید. دوری ماهد مرتاد جان، واقعیتش من امروز مطلع شدم از خبر تعطیلی کانال من و تو و دیدم و واسه من جالب بود که سال پیش همین موقع صحبت از فروپاشی جمهوری اسلامی ایران، بله، و به قول معروف فرار آقای خامنه‌ای و اطرافیانش به ونزوئلا بود، ولی متاسفانه آقای امید کانال شما خائنه. شما ما به کی خیانت کردیم مرداد؟ شما فیک نیوز درست میکنی آقای امید. شما پیروی میکنی یه سبکی که آقای رضا پهلوی باشه که من به جرئت میگم ایشون در ایران، چون من خودم در ایران زندگی میکنم، ایشون هیچ جایگاهی ندادن. بله، حقارت این وطن فروشا رو تماشا کردیم دوستان. حالا بریم سراغ اخبار و حواشی درگیری ها در خاورمیانه. در ادامه تشدید تنش ها در غزه، سرویس اطلاعات خارجی روسیه در گزارش اعلام کرد که واشنگتن اسرائیل رو تشویق میکنه تا عملیات در نوار غزه را تسریع بخشد و از تاخیر آن جلوگیری کند، زیرا این امر بر مواضع انتخاباتی بایدن تاثیر منفی خواهد گذاشت. ایالات متحده آمریکا میداند که طرح نابودی حماس ممکن است به تعداد زیادی تلفات غیر نظامی منجر شود، اما این تصمیم را کاملا قابل قبول می‌داند. سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه در ادامه گزارشش اعلام کرده که واشنگتن به همراه انگلیس و آلمان قصد دارد مانع از طرح‌های آتش‌بس در غزه شود. این در حالی که شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم ادعا کرده 9 کشور عربی همچون صدی در مقابل تلاش‌های صورت گرفته برای توقف جنگ علیه غزه ایستاده‌اند و بیش از یک ماه است که این کار را همچنان ادامه می‌دهند. به گفته این رسانه، عربستان، اردن، مصر، امارات، بحرین، جیبوتی، مغرب، سوریه،
سودان و موریتانی کشورهایی هستند که اجازه به ثمر نشستن تلاش‌های صورت گرفته جهت توقف جنگ را نمی‌دهند. این رسانه فاش کرده که این کشورها پیشنهاد دیگر کشورهای عربی را برای فشار بر اسرائیل جهت توقف حملاتش به غزه را رد کردند. این خبر در حالی منتشر شده که نخست وزیر یمن در ادامه حمایت کشورش از محور مقاومت گفته که در عملیات‌های دفاع از مردم فلسطین هماهنگی در بالاترین سطوح بین رهبر انصار الله و رهبران ایران، عراق، سوریه، لبنان و مقاومت فلسطین برقرار است و این موضوع دیگر پنهان نیست. در ادامه حمایت‌های گروه‌های مقاومت اسلامی از مردم فلسطین، مقاومت عراق هم از حملات موفقانه به مواضع رژیم صهیونیستی خبر دادند. مقاومت عراق پدافند هوایی اردن، عربستان و رژیم صهیونیستی رو ناکام گذاشته. شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل مقاومت اسلامی نوجوا، در مورد این حملات گفته دستمریزاد به دلاوران مقاومت اسلامی عراق که به بندر ایلات حمله کردند و آن را مورد اصابت قرار دادند. از ناب و دنباله های صهیونیسم در اردن و جزیره عربی در رهگیری این حمله ناکام ماندند. رژیم صهیونیستی و شریکش آمریکا بدانند که ما شگفتی‌های بیشتری در چنته داریم. آنها تاوان اقداماتشان علیه مردم و کودکان غزه را پس خواهند داد. همزمان با این حملات، مقاومت اسلامی عراق هم از موشک جدید خودش رو نمایی کرده. گروه مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای گفته امروز سه‌شنبه در چارچوب پاسخ به اقدامات رژیم صهیونیستی در تجاوز به غزه که با هدایت و مدیریت آمریکا صورت می‌گیرد، برای اولین بار موشک کوتاه‌برد مدل سارم را به خدمت گرفتیم. در پی تشدید تنش‌ها در منطقه، فرمانده انتظامی ایران هم با رئیس هشت شعبی دیدار کرد. سردار احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی ایران که در عراق حضور داره، به دیدار فالح الفیاض، رئیس سازمان هشت شعبی رفت. در این دیدار، همکاری و هماهنگی بین نهادهای امنیتی ایران و عراق برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و تبادل تجارب و اطلاعات در زمینه امنیتی بررسی شد. حالا یه سری هم به دیگر جبهه‌های این درگیری‌ها بزنیم دوستان. حزب الله لبنان از حملات پهپادی شدید به 7 پایگاه اسرائیل به صورت همزمان خبر داد. در پی این حملات، خبرهایی هم از گسیل تجهیزات زرهی اسرائیل به سمت مرز لبنان منتشر شده. همزمان با این درگیری‌ها، گردان‌های عزالدین همچنان درگیر انهدام تانک‌ها و خودروهای زرهی رژیم صهیونیستی هستند. گردان‌های قسام دیروز 12 تانک و خودروی زرهی صهیونیستی را هدف قرار داده یا به طور کل منهدم کرده. اینم از آخرین خبرها از نبرد حماس با تانک‌های اسرائیل در غزه. همونطوری هم که مقاومت فلسطین اعلام کرده، تا کنون از آغاز نبرد زمینی در شهر غزه، صهیونیست‌ها بیش از 90 تانک خودشونو از دست دادن. صهیونیست‌ها تلاش داشتن در سه محور وارد شهر غزه بشن. اینجا در سمت بیت هانون که به دلیل پاتک‌ها و غافلگیری‌های مقاومت نتونستن یورش بیارن از سمت شرق به شهر غزه برسن. محور اصلی حمله اونها اینجا در سمت غرب و شمال بود. خیلی تلاش کردن در این یه هفته این دو جبهه‌شون رو به هم وصل کنن. هنوز نتونستن این جبهه رو وصل کنن. فقط در جبهه غربی خودشون تا حدود 100 متری بیمارستان شفا پیش اومدن. دو بار در خیابان نصر در این محدوده مورد پاتک سنگین نیروهای مقاومت از زیر زمین در تونل‌ها و ساختمان‌ها و سطح زمین قرار گرفتن. تصاویری که منتشر شده از خیابان نصر نشون میده که تانک‌های منهدم شده به واسطه شدت عملیات تونستن خیابون رو یعنی خیابان کاملا بسته شده، هیچ حتی خودروی هم دیگه نمیتونه حرکت کنه. خب این یک پارامتر مهم هست در حوزه جنگ شهری، به جهت اینکه دیگه رژیم نمیتونه از عریض‌ترین خیابونی که راه داره به سمت مرکز شهر غزه استفاده بکنه و باید از مسیرهای دیگه استفاده بکنه که ضریب امنیتیش خیلی کمتر خواهد بود. تا کنون این تانک‌هایی که بیشتر نوع مرکاوای 4 بوده با راکت یاسین 105 منهدم شده. تمام تلاش رژیم که با 3 لشکر زرهی وارد شده برای این بوده که بتونه شهر رو محاصره کامل بکنه و از همه طرف وارد بشه، اما تنها توفیقی که داشته و به قول خودش تونسته عملیات انجام بده اینجا در مناطق روستایی یا به اصطلاح زمین‌های کشاورزی خودشو به ساحل رسونده که خب ساختمونی نبوده و تمرکز نیروهای مقاومت هم اینجا نبوده که بتونن متمرکز جلوشو بگیرن. اینجا پرچم رژیم رو زده، ولی از اینجا تا حدوداً اسکله و بیمارستان شفا که کمتر از 1 کیلومتر هست نتونسته هیچ پیشروی رو انجام بده. فعلا جنگ شهری سختی در جریان هست. مقاومت جانانه داره دفاع میکنه و تانک های مرکاوای 4 که پیشرفته ترین نوع تانک های
رژیم صهیونیستی است داره در این منطقه بیشتر منهدم میشه و حتی صهیونیست‌ها عاجز موندن با وجود پشتیبانی‌های قوی اطلاعاتی و هوایی خودشون که این دو جبهه رو در بین اردوگاه اشعاتی به هم وصل بکنن. این فعلا مهمترین اخبار نبرد زمینی طوفان الاقصا بود در شهر غزه. چند تا خبرم در مورد حملات مقاومت عراق به پایگاه‌های آمریکا به دستمون رسیده دوستان. کانال تلگرامی سابرین نیوز گزارش شده که محل استقرار اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر واقع در دیروزور با هواپیماهای بدون سرنشین هدف حمله قرار گرفته. دقایقی بعد این کانال خبر داد که پایگاه آمریکایی‌ها در روستای الخزرا در عمق سوریه هم با چند پهپاد مورد حمله قرار گرفت. در پی این حملات گروه مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای گفته رزمندگان ما در پاسخ به اقدامات دشمن علیه مردم غزه پایگاه آمریکایی‌ها در میدان نفتی العمر در سوریه را با پهپاد هدف قرار دادند که مستقیماً به هدف اصابت کرد. در ادامه تشدید تنش‌ها در منطقه، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید، دیشب در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که واشنگتن به دنبال مقابله با ایران نیست، اما برای تضعیف توان سپاه و نیروهای تحت حمایت ایران در هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی تلاش خواهیم کرد. این در حالیه که در ساعات گذشته بمب افکن B-1B لنسر آمریکا در خلیج فارس اقدام به پرواز داشته. دو هواپیمای سوخت‌رسان K-335R هم از پایگاه شاهزاده سلطان عربستان جهت پشتیبانی از این بمب افکن در جهت عربستان، بحرین و خلیج فارس فعال بودند. پرواز مجدد این بمب افکن‌های راهبردی در خلیج فارس یه نمایش قدرت آمریکا برای تهرانه. آمریکا در حال حاضر هم ناوگروه هواپیمابر آیزنهاورش رو در نزدیکی دریای عمان مستقر کرده. در پی این اقدامات هم منابع خبری از گشت پهپادی سپاه و ارتش ایران در ورودی دریای عمان جهت استقبال از ناوهای آمریکایی به سرگروهی ناو هواپیمابر آیزنهاور خبر دادند. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.